سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آش خانم. ببخشید، ما از دوستان آقا علیرضا هستیم. علیرضا حالش خوبه؟ برادر یه جوری گفتی هاش خانم نگران شدن. بله حالشون خوبه، ماشاءالله سرشون هم خیلی شلوغه. بله خوب هستن، برای همین نتونستن بیان مرخصی. این شد که ما مزاحمتون شدیم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید منزل، دم در بده، بفرمایید. دست شما درد نکنه هاش خانم، مزاحمتون نمیشه. حقیقتش ما هم یه چند روزی مرخصی بودیم، امروز لازم جبهه هستیم. خدمت رسیدم علی آقا گفتن مثل اینکه یه امانتی میخوایم بفرستیم، بگیرم برشون ببرم. ببخشید علی در مورد امانتی چیزی به من نگفته، شاید خواهرش خبر داشته باشه، الانم خونه نیست. نگفتن چه امانتی؟ والا حالا اصلا مهم نیست، اصلا میخوام ما بعدن مزاحم میشیم. البته فکر میکنم که قرار بود یه مقدار پول براشون بفرستید. شما یه لحظه صبر کنید، من الان میارم خدمتتون. ببخشید معطل شدید. خواهش میکنم آجا. حسین هیچ وقت به ما نمیگفت پول لازم دارم. هر وقت جبهه میرفت مادرش به زور بهش پول میداد. والا حاج آقا ما خیلی بهش گفتیم اگه پول میخوای هست، ولی قبول نکرد. عزت نفسش ماشاءالله خیلی بالاست. بعد این دفعه میخواسته بیاد مرخصی، احتمالاً برای همین گفته ما مزاحم شما بشیم. الان 3 ماهه که مرخصی نیومده، دفعه های قبل زودتر میومد. همین پولم که بهش بدید به احتمال زیاد بیشترشو پس میاره. آخه آقا شما دستور بدید ما به زور اصله هم که شده مجبورش میکنیم کل پولو خرج بکنه. از بابت ما خیالتون راحت. میترسم اذیت بشین. اختیار دارید. ببرید تو سگر میشین. دست شما. آقا 760 تومن. خاطرتون باشه که یه وقت ما شرمنده نشیم. قربان شما. خواهش میکنم، اختیار دارید. آقا ببخشید، شما توی این محل کسی رو به اسم احمد میشناسین؟ احمد؟ حقیقتش ما قرار بود بریم در به منزلشون، ولی خب متاسفانه آدرس درستی ازشون نداریم. من کسی رو به این اسم نمیشناسم. فامیلشون چیه؟ فامیلشون؟ والا حاج آقا ما ایشون رو اونجا به اسم احمد آقا میشناسیم. نمیدونم فامیلشون چیه، ولی فکر کنم حسینی بود. آره؟ تا اونجا که من میشناسم تو این محل پسر آقای پورمختاری جب هست، اسمش نادره، 2 کوچه بالاتر. نادر پورمختاری. آقای جعفری اسم کوچیکش نمیدونم چیه، معلمه، حدوداً 45 سالشه. ایشون هم جبهه هستن. 2 تا پسرای آقای میصالحی هم جبهن. پسر اولیش علی اصغر، دومیش کاظم. پسر حاج آقا غفوری هم که شهید شده، خدا رحمتش کنه. خدا رحمت کنه. این گشاده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. ببخشید شما با کی کار دارین؟ ببخشید شما با این خونه نسبتی دارین؟ من پسر آش خانومم. خانم که الان رفتن داخل. سلام علیکم. پس شما از جبهه تشریف میارین؟ بله تازه الان رسیدم. چطور مگه؟ واه واه. ایدکم الله. کم الله. ما حقیقتش از بچه های مسجد هستیم. مسجد؟ بله مسجد. بله مسجد. بعد ما در پیغام فرستاد دادم مثل اینکه یه سری کمک های مردمی دارن، اومدیم با عزتون ببریم. کمک ها؟ بله احسن، خدا خیرتون بده. شما بفرمید داخل، مادر حتما از دیدن شما خوشحال میشن. بفرمید. بله بفرمید. میخواد شما یک کاری دارین تشریف ببرین، من خودم میارم مسجد خدمتتون. نه 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 خیر، نه ممکنه وسایل سنگین باشه، اصلا یه یالا بگید ما بیایم کمک. یالا یالا. بفرمید بفرمید بفرمید. یالا بفرمید. آقا یعنی مادر یه دقیقه دیگه دیده رفته بود، چون بدبخ شده بودی. جیگرم اومد تو دهنم.
زندگی مقدر نترسیده بودم یه آن اینجک بسن جستیم جستیم انگوشتر؟ نه انگوشتری کو؟ اینجا اسمه ما آقا جنده بزن 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 از در آمار من نگفتی دست رس ماش نه انگوشتر توف ماشی هم نگفتی تازه مواظب باش رو فرش نریزه تازه جارو زدم اجازه خام نازم خواه زنگ تفریح کی میخوره فردا صبح زنگ تفریح میخوره اون موقع که شما داری گریه میکنی میگی ماما مدرسه هم دیر شد من شما ننوشتم زهرا یه خودم از خامو نوشید دستم درد گرفت یادت رفته مامان چی گفت؟ من در رو باز بکنم مامان تو بشین درستو بخون من در رو باز میکنم نه خواهر این چه حرفیه وظیفه است بله ما ارادت خاص داریم خدمت آقا رضا چند لحظه صبر کنی الان میارم خدمت ببخشید معطل شدی زهرا زهرا مامان جان بله مامان چیزی شده؟ نه مامان جان چیزی نشده از دست بابات سه تا بچه قد و نیم قد ول کرده رفته حالا هم دو نفر رو فرستاده که پول میخوام مرد خدا عقلت بده دو ماه و نیمه رفتی پولمون کجا بود ماما خودتون گفتین که بره جبهه محمد جواد یه کاری بهت بگم برام انجام میدی نه خیلی من درس دارم هر چی مامان گفته خود برد زیر زمین در بیار تازه امروز حالا تو که بجز باشی که نفت بکشی نه این قلکمونو بشکنیم گلک؟ اون هنوز نسبم پر نشده برای چی بشکنیم؟ مامان پول لازم داره الان هم تو خونه پول نداری مامان خودش گفت نه من به مامان گفتم قبول میکنی؟ باش مامانم گفت از شما تشکر کنم خیلی ممنون زحمت کشیدی دست شما درد نکنه مرد بزرگ چه خواهر برادر گلی ماشالله ماشالله آقا این نامه رو بدیم به بابام باشه امو جان حتما چند خط اولش دستخط محمد جواده ادامه شو من نوشتم دستخط ما محمد جواد فرق میکنه بابام خودش میدونه وقتی بابام رفت جبهه ما درس آنت آمد بودیم الان ما درس تصمیه کبر هستیم یه تو نامه ننوشتم به بابام بگی چشم امو جان حتما بگی مسعودی من اینقدر درش نیار گمشک بر دهتون درهنمون سرویس میکنم اگه این تو باشه بهتره دیگه لقم نمیزنه ها چی واسه ای تو امیر امیر تو این کوچه اجله شهید دادم بیا کوچه بالایی بریم بچه ها کوچه بالایی بریم این دو تا آدم عادی داریم رد میشیم دیگه سلام کردم ما بهشون سلام میکنیم تسلیت میگیم یه خورمه برمیداری فاطمه هست سلوات بیا چرا نمیفهمی میگم من حس خوبی به این کوچه ندارم از کوچه بالایی بریم حس خوبی نداری؟ یا بریم حس خوب چرت نگو بابا چرا نمیفهمی اگه پسر یکی از در خونهشون در رفتیم اینجا باشه خب ما چمونو میگیرن دیگه سوس است کلت کار بنداز سه تا هستم بیا اینو نیستم امیر بیا این چند تا خونه رو بیخیال بشیم جونتو لو میریم پسر زبل میزد الان اومده بیرون دیده نیستیم افتاده دنبالمون با محسود الان کلی الان خونه دور شدیم مثل چهار تا آدرس دیگه بیشتر نمونده اونا رو هم بریم دیگه خلاص کلامون هم میفته بر نمیگردیم
های بگیرنمون چی؟ ده انقدر دیگه لفظ نیا دیگه. نکن خاکیه خدا تمیز میکنم. محسود میخوامه منظر آقای مختاری پور پور مختاری بله امرتون. از دوستای پسرتون آقا نادر هستیم، از جبهه ها اومدیم. بله از ریختتون مرتفع شدم. هم بفرمایید. خب خدا رو شکر. ببینید والا پسرتون یه مقدار پول خواسته بودن، گفتن که ما بیایم ازتون بگیریم. البته ما امروز عازم جبهه ها هستیم، ببخشید. به آقا نادر بگین بابات بدون گروی نخ سیبیل پول دست کسی نمیده. هر موقع پشت لبش ثبت شد یه نخشو بفرسته، من هر چی پول بخواد براش میفرستم. رسم ما هنوز همینه. بچه که تا دیروز کفششو چپکی پاش میکرد حالا برای من جبهه برو شده. فکر میکنه اونجا چه خبره؟ ترقه در میکنن که دیدن داشته باشه. بهش بگی اون وقتی که میخواستی دزدکی از خونه فرار کنی باید فکر خرج و دخل جیبت باشی. آقا خسرو دخلشو گردگیری کرده، چرکش هم زده به دیوار. عزتتون زیاد. عزت زده بوده، یعنی فقط یک کلمه دیگه حرف زده بودین. دل شده یک کاسه خون، به لبم داغ جنون، به کنارم تو بمون، مرو با دیگری. اومده دیوونه تو به در خونه تو، مرو با دیگری. یار دگر داری اگر بی خبر باهوی من، تا به لبت بوسم منتظران که این شب حمله فرا میرسد. منتظران که این شب حمله فرا میزنم. آقا پسرا به نادر نگین که بابات پولا داده. اگه یانم پرسید بگین مادرت پولا آورد در خونه داد ما. چشم حتما. راستی نادرم حالش چطوره؟ برای خودشون خیلی خوبه، خیلی حواسمون بهشون هست. اصلا کلا رفیق جینگ ماست. صمیمی هست. صمیمی هستیم. بله. اونجا چی کار میکنه؟ بچه 16 17 ساله چه کار ازش ساخته است؟ اصلا پسرشون خیلی آقاست. بس شما نباشه اونجا الان بیسیم میزنه. بیسیم چی هست؟ بله بیسیم چیه و اصولا خیلی کمک حال در جبهه های حقله باطل. میدونم جنم کار داره، ارزش از خود من خیلی بیشتره. بچه پردل و جرعتیه. اخلاقش به خدا بیامرز بابام ربطه، خدا و پیغمبر حالیشه. چند روز پیش زنگ زده بود به مادرش که یه عملیات در پیش دارید. چی شد؟ عملیات؟ چی شد دیگه بردیم ما؟ آخریه؟ خب خدا را شد. عملیات تو کدوم منطقه بود؟ بله بله مخلص جعفر آقا. جعفر آقا فقط اسمش چی بود؟ دارخون. دارخون نه نه در آخرش. بله اون وقت شهر نزدیکش کجا میشه؟ بستان. بستان بله بستان. اون وقت آقا رجبی این عملیاتی که بود نزدیک بود چی بود؟ زدیم بردیم. آخ الحمدلله بردیم. دمشون بردیم. خب خدا لعنت کنه سر. شهرم
عمو زایه شد. عمو اینجا چی کار میکنی؟ سلام سلام سلام. شما هنوز رفتین گده؟ نه ما یه چند جای دیگه کار داشتیم، کارمون تموم شد الان داریم میریم. آره دیگه. به به ببین چه قلک قشنگی داره. برو یه خالی عمو. خالیه تازه خریدی. اون یکی پولشو دادیم به شما که ببرین جه. سلام علیکم خوشگل خانم. سلام علیکم. اسم شما چیه؟ مریم سادات. به 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 به. مامانت کجاست عمو؟ رفته مدرسه. تو چرا نرفتی مدرسه؟ آها حتما شیفت بعد از ظهری هستی. من سال دیگه میرم مدرسه. مامانت حتما معلمه دیگه نه؟ نه مامانم معلم نیست. هرچی بگی زایت میکنم. اگه معلم نیست پس برای چی رفته مدرسه؟ مامان من مدیر مدرسه است. آخ 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 مدیره. من اینقدر بچه بودم دوست داشتم مامانم مدیر بود به خدا. آره. اما الان کی خونه تونه؟ مامان بزرگم. من مامان بزرگم اینقدر دوست داشتم. آره من که مامان بزرگ ندارم. اما به مامان بزرگت میگی یه دقیقه بیاد دم در؟ باشه چشم. آفرین. چی میشد من یه دختر مثل این میداشتم؟ آخه بش به جای این ننه بزرگی یکی دیگه میمدم به در جون تو. مثل من ما فضولیم چه فرقی میکنه؟ پولو میگیریم میریم دیگه. نمیشه دیگه این ننه بزرگا نمیشه راستش هم گفت. ها؟ آره ایوال ایوال. سلام علیکم. سلام علیکم. گوش به وایساد. میگم موتور وایساد. سایه شدیم. برادر تو رو خدا بفرمایید. ها؟ خواهش میکنم یه چایی در خدمتون باشه. انشاءالله دفعه بعد مزاحم میشه. دبی بار کام شد تو دیگه. بفهمه خیلی خوش اومد. یالا انگشترم انگشترم. بفرمایید. ببخشید ما از دوستای آقا سید رسول هستیم پسرتون. رسول؟ نه 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 اتفاقی نیفتاده. حالشون خوبه. راستش به ما گفته بودن بسین که قراره براشون یه امانتی بفرستین. ما با عزتون امروز عازم به جبهه هستیم. گفتیم خدمت برسیم اگر آماده است که براشون ببریم. حالا بفرمایید تو اروپا وایسادیم بده. بفرمایید. خیلی متشکر. تعارف نداریم. انشالله سر فرصت با خود سید خدمتتون میرسیم. ببخشید خانم آقا رسول الان منزل نیستن. شما نمیدونین چه امانتی باید براشون میفرستادی؟ والا فکر میکنم یه مقدار پول لازم داشتن اگه اشتباه نکنم. آتی ما به آقا سید رسول خیلی گفتیم که خودمون بهشون قرض بدیم ولی بله اصرارم کردیم ولی خب خودتون که اخلاق آقا سید رسول رو بهتر میدونید اصلا قبول نکردن. این بود که خدمت رسیدیم برای این که اطاعت امر کرده باشیم.
شما هزامیتون از کجاست؟ ما همیشه نیروی داوطلب هستیم. بله بله، میخوام ببینم از کدوم پایگاه هزام شدی. ما کرجیم، بعد این دفعه از همین تهران هزام میشیم. یعنی با نیروهای مسجد امام جواد هزام میشی؟ بله بله، همین مسجد اینا هزام میشیم با اونا. به عزتون، انشاءالله. چطور مگه؟ شماها که غریبه نیستی، امروز پول تو خونه نداری، اما میرم پیش آقا رجبی، پدر خانم آقا رسوله، مغازش سر کوچه خالقیه، دو تا کوچه بالاتر از اینجا. پول دستی ازش میگیرم میارم مسجد جواد، شما هم معطل نمیشید. خب میخوان یه آدرس بدین هاش خانم، ما خودمون میریم یه نشونی چیزی میدیم، پول تحویل میگیریم، اینطوری شما به زحمت نمیافتید. بردار منم بهتره هاش خانم. نه خودم برم بهتره، ممکنه دخلش خالی باشه، وقت جلو شماها تو رو دربسی اذیت بشه. دخلش هم خالی باشه طوری نی، تا مغازه حاج آقامون یه نیم ساعت با تاکسی رفت و برگشت بیشتر طول نمیکشه. میرم مغازه حاج آقا پول میگیرم میام. هر جور صلاحه، ما زمان داریم، همین اطراف قدم میزنیم گفتگو میکنیم تا شما تشریف بیارید. خب حالا وقت دارید تشریف بیارین تو، هم یه چایی تازه دم میخورین، همین که نوه من تنها نمیمونه. بفرمایید بفرمایید منزه دیگه، مزاحم نمیشیم. حالا دیگه هاش خانم دارن اصرار میکنن، دیگه مزاحمتون میشیم. نه چه اصراری آخه، دارن میگن دیگه. آها بله بله چشم. خب بفرمایید شما. یالا ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نو وفا بر آشیانم گذر، تا که گل بانان شود کل به ویران من. چه آرامشی داره اینجا. تا بهار دلشین. بسه ما فضولیم، پیرزنه که رفت ما هم فلنگو میبندیم، نگار نه اینگار، فقط باید بپرسیم کوچه خالقی کجاست اون وری نهیم. آمدیا چه سب نکنیم تو پیرزنه برگرده، با که تو حالاش واسدیم و خیشتان ما میسیم دیگه، پوله میگیریم بعد میریم. میدونی امیر، من حس خوبی به این محله دارم. حس؟ آقا من راضی به موندن اینجا نیستم امیر. گیر بیفتیم فاتحه همون خونده است، سه میشه، اصلا دلم شور افتاده. چی میگی؟ با منم این یارو موتوره رو اعصابمه، دو دفعه تاله تو کوچه دیدیمش، درستم جون تو بزنیم بیرون خفتمون کنه. اصلا نه حرف تو نه حرف من، شیری خط بندم. شیری شد. همین که حوزو با مامان بزرگ شستیم آب قد شد. بکی با قدمو آخ آخ، خیلی زحمت کشیدی. نوشه جان خیلی خوش اومدی، میل کنی، چای زیاد دم کردم، خونه خودتونه، اختیار داری. دوباره هم خواستین واسه خودتون بریزیم بخوری. تشکر، خیلی ممنون. فقط ببخشیم وسایل پذیراییمون آماده نیست. اختیار دارین، دولت سراست. خیلی ببینیم. خیلی ممنون. ببخشید آقا، باعث زحمتم شدیم. شما مراهمی، اگر سردتونه تشریف ببرین بالا. خیلی متشکرم، الحمدلله امروز هوا خیلی خوبه. چایتونه میل کنین سرد نشه. مریم جان، این بنده های خدا مهمانن، خیلی پر حرفی نکنی یا باشه مادر؟ باشه مامان بزرگ، فقط من کی بفهمم دارم پر حرفی میکنم؟ وقتی که دیدی دارن خمیازه میکشن، قربون دختر برم. خب خدا مرحمت زیاد مشهده. آخ
پسر میخوره. این چهار تا ماهی که کوچیک‌تر رو امسال عید خریدیم، اون بزرگر رو پارسال. پارسال دو تا ماهی خریدیم، یکیش مرد. با بابام تو همین باغچه خاکش کردیم، من یه ذره گریم گرفت. مریم شاداد، اما بابا چند وقت رفته جبهه؟ مام بزرگ میگه نزدیک یه ماهی که رفته، ولی من فهم میکنم بیشتره. من شمردن رو بلدم. یه ماه یعنی 30 روز، 30 روز یعنی انگشتمو 3 بار بشمارم. من فهم میکنم بیشتر از 3 بار انگشتمو شمردم. شما که الان برین جبهه کی برمیگردین؟ معلوم نیست که، اما ما بریم بستگی داره اونجا عملیات باشه هستن نباشه. ما داریم میریم سمت دارخوینه. بابا بچه نداره آخرش. امو رو سربند شما چی نوشته؟ رو سربند ما خیلی چیزا نوشته، چیزای متفاوتی نوشته. مثلا چی نوشته؟ مثلا سلطان غم مادر. مثلا خیلی چیزا دیگه، تازه بهمون دادن هنوز حفظ نشد. سربندتون چه رنگیه؟ یه زرد. همون زرد. چه جالب، سربند بابای من قرمزه، یکی هم سبز داره. میشه سربندتون رو ببینم؟ بله بله. همون از شما سربند نشون بچه بده. آره آره بذار الان نشون دم. عجیبه، سربندو نیست. اصلا مگه نگفتم بردار؟ چه میدونم، تو خونه جا گذاشتیم لابود. با گفتم تو خونه، گفتم یادت باشه اون سربنده رو ورد. خیلی هم هستم. حالا اگه سربند نداشته باشین چی میشه؟ ممکنه دیگه هیچ وقت تو جبهه رامو ندم. رکه نکن، ناراحت شو، زیاده روی کردی دیگه. زهر ما رو دارید روغن داغشو زیاد میکنی. ممکنه تو که پرامون نده. بابا تو که پرورده شده اینجوری نگاه میکنه، کوکوکا بکنه. بابا گفت که بگرد دیگه. بابا من گفت بابا مزه پا آورده، یکیش واسه منه، یکیش واسه داداش حسن. سربند آجی فاطمه هم تو کمدش. خب ما اینو الان چیکارش کنیم؟ پیش شما باشه، وقتی تو جبراتون دارم بدیم به بابام بیار. حواست باشه، پولو که گرفتیم فلنگو میبردیم، نه باید تو کوچه معطل بشیم. اسم پسرش چی بود؟ ته رسول. به مامان بزرگ کو؟ مامان بزرگ نبود، با شما کار دارم. نگفتن چی کار دارم؟ نه، ازم پرسیدن که خونه از من گفتن فکر کنم. امو این آقایی که دم دره نگفت با ما چیکار داره؟ آقای نیست خانومه، اسم دخترش هم محبوب است، همکلاسی آبجی فاطمه.
یه زودتر میگفتی نصف عمر اون کردی اما چی رو زودتر میگفتم؟ هیچی هم همی که گفتی دخترش با خواهرت تنگ کلاسه ایه برای چی زودتر میگفتم؟ در برو این چی میگه؟ آره مهم نیست دیگه میره الان هم همی برو دم در نه تو برو برو بسر الله چرا من برو 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 چرا من برو شیر خط اندازی خودت باش شیر نه خط من خط شیر منه آی چی میگه؟ یکی طلبت سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید حاج خانم تشریف ندارن، رفتن تا در مغازه نیم ساعت دیگه برمیگردن. ببخشید اگه زحمتی نیست این پولو بدین به حاج خانم، بگین که برای نذر جه. چشم حتما نذرتون قبول باشه. میخواستم پول رو بدم به نوهشون، گفتم سنشون کمه شاید پول رو گم کنن، اینکه شما زحمتش رو بکشین. بله نظرتون قبول باشه. در ضمن به حاج خانم بگین که کوپن قند و شکرم اعلام کردن، شماره 128ه. چشم 128 قند و شکر، این 190 تومن خاطرتون باشه. خداحافظتون. خداحافظ. این چیه؟ شیر. آفرین. این خط. آفرین. حالا شیر یا خط؟ خط. منم شیر. چیکار داشت؟ یه مقدار پول آورده بود که من بدم به حاج خانم. شیره دیگه گفتن شیره. مریم جان این پولا رو کجا بذاریم امو جان که گم نشه؟ تو اتاق مامان بزرگ پیش پولای دیگه. آفرین. مامان بزرگ که گفت تو خونه پول نداریم. پولا مال ما نیست نظر جپس. باریکالا یعنی خوشم میاد حواس جمعه ها. حالا تو بنداز. من شیر. منم خط. آها شیر خط. شیره. اینجا اتاق مامان بزرگه. آه با مامان بزرگ پولا رو میذاره تو این کمد، اینم کلیدش. با کفش نگه اینجا نماز میخونم مگه نه؟ بله بزن قدرش. مریم صادق عمو جان بیا اینجا. کجاست؟ کنار باغچه است. خانم اما شما مطمئنی همه این پولا نظر جبه هست؟ بله دیروز جلسه دعا بود خونمون، مامان بزرگ برای جبه پول جمع کردن، خودشون گفتن نظر جبه هست. آفرین اما. خب اما مسعود شما اون پولا رو بده که بذاریم روی این پولا همه شو با هم بذاریم توی کمد. خب بره دیگه بهش بده دیگه. چشم آمو جان همه شو با هم میذاریم توی کمد. هرچی امروز کاسب شده این بسه، این پولا رو بیخیال. چی گفتی؟ دست به این پولا نمیزنیم بی خیال. حال میکنم توی موقعیت هم جوک میگی. عرصه بی تو خوابم این همه پولا یه جا نهیدی حرف میزنه. مادر بزرگه به ما اعتماد کرده، خونه شو امانت سپرده دستمون. چیکار کنیم اگه داریم کل خونه شو بار میزنیم بری؟
هر حسابی یه کیسه داریم برمیداریم میریم ها. تا میان بفهمن کلی اینجا دور شدیم. تو مثل که یادت رفته واسه چی اومدیم اینجا. بسر این سرقت خونه است، حبسش بالاست، فرق رفتن چیکه چیکه پول از مردم تلکه که امیر. این پولم چیکه چیکه مردم جمع کردم. حالا پیرزنه نیست که جوششو بزنی. بیا مسو حرف حسا من میگم اگه این پوله رو برداریم بریم دیگه لازم نیست بریم در خونه مردم واسیم کاسه گدایی بگیریم دستمون چیکه چیکه جمع کنیم ها. فکر کن ها. نیستم و کوف نیستم و درد نیستم و گله. ببین ببین داشت محسود دفعه قبل اومدی گفتی چون میدونم این پول قلک بچه هاست بدبختن ندارن آهمون میکنن. گفتم چشم هرچی شما بگی دعاش مایی رفیقمونه. اما این تو بمیری دیگه. امو لباسم قشنگه. به 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 چه لباس قشنگی. فقط یه ذره بزرگمه. بابام گفت یه ساز کوچیک‌تر بگیریم. مامانم گفت همین خوبه چون درستم پیرنم زود کوچیکم میشه. پیرن آبجی فاطمه هم همین رنگیه. آره عمو جون خوبه. فقط برو لباستو بذار سر جاش کثیف نشه نوعه ها. خب حیفه برم. نه حواسم هست چند دفعه دیگه هم پوشیدم کثیف نمیشه. عمو مگه تو نگفتی که کفش نو هم واسه خریدن؟ برو کفشت با لباست بپوش ببینم چه جوری میشی. برو قربونش برم. باشه الان میارم. مسعود دیگه وقت نداریم ها. هر لحظه ممکنه این در باز بشه و ما در بزرگ هر را برسه. بس نیست این همه بدبختی آسو پاسی. بسته دیگه خسته شدم. چون داش مسعود من اینو به خاطر جفتمون میگم. الان رفاقتمون رو به یک قرون دوزار نمیفروشم. مطمئن باش هرچی تو بگی خود دانی. باش. چی؟ گفتم باشه. یعنی خوشم میاد زود شیر فر میشی. خیلی خوب خیلی خوب. اصلا تو شیری من خرم خوبه؟ میخوامت. ما بیشتر اومدم. کفش من جعبه نداشت گذاشتم توی جعبه کفش بابا. به به چه کفشای خوشگلی. گلی هم به لباسش میاد. فقط یه خورده بزرگمه. جلوش یه خورده پنبه میذارم دیگه تو پام راحته. الان تو رشدم کفشم زود کوچیکم میشه. مریم صداد اما مامان بزرگ گفت که چایی تازه دم تو آشپزخونه است یا تو اتاق؟ الان براتون میارم. نه نه ما خودمون میریزیم ها. به شما زحمت نمیشه. نه چایی بریزم. به شما زحمت نمیدم. آقا اصلا چایی رو من میریزم. نه خیر من میریزم. آقا قد منم میرسه دیگه. من میریزم. بابا من میریزم. من میریزم. اصلا شیر رو خط میکنیم من خانم. قبوله؟ قبوله؟ شیر یا خط؟ شیر. نه دیگه شیر منم دیگه تو خط باش. بس. باش. نه اون یعنی اتفاقا میافت. آه چیه؟ قبول نیست. نه ببین دو بار بعد بازیش جدی میشه. الان چیه؟ شیر. شیر. پس من برنده شدم. من چایی میریزم خب؟ باید میشه اما مقصود تا من بیام. شماره کفش شما چنده؟ شماره کفش من؟ 43. بابای من 44. خب منم بعضی وقتا 44 میپوشم البته. ولی تو پام لغ میزنه. لغ میزنه یعنی چی؟ لغ میزنه یعنی چی؟
آها این انگشتره رو میبینی؟ ببین جین جین کنی میافته بیرون. این بر دستم بزرگه، لغ میزنه. یعنی مال خودت نیست؟ چرا مال خودمه، ولی چون تو سن رشدم اینو یه ذره بزرگ خریدم که برام کوچیک نشه. پس اگه خواستی کفش جدید بخری هم 44 بگی، چون اون موقع هم تو رشدی. با من قدری چهار بارم نکنی ساخت تو. میدونم من فقط شماره تلفن یارو مرتی، شماره شو فقط دوسته به من بده. باب خدا پولش جور کردم اینا. میخوای کفشای بابای منو بپوشی؟ بابا ناراحت نمیشه؟ نه. چرا بابا ناراحت میشه؟ نه بابا من خیلی خوش اخلاقه. خیلی خوب، پس با اجازه بابات من اینا رو امتحان میکنم. سی استکانه رو نبردم من اصلا. سلام میدارم. تو چرا این کفشتو نپوشیدی؟ اینجا بپوشم؟ اینجا نمیتونه بپوشه که. کجا بپوشه؟ کف کفشم کثیف میشه. هدف پوشیدن رو فرش اتاق بوده. با خودت مگه نگفتی تو رشدی کوچیکت میشه ها؟ نه. آخ جون ما بزرگ اومد. خوشم میاد، خوش موقع رسید. علیکم السلام. حال شما خوبه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید یه عرض خصوصی داشتم خدمتتون. مریم جان شما یه لحظه داخل باشی. نمو جان باشه. چشم. آفرین دختر. شما چه نسبت با این خانواده داری؟ ما از دوستای پسر حاج خانم هستیم، آقا ست رسول. مشکل پیش اومده برادر؟ یا حاج خانم تشریف ندارن درسته؟ نه حاج خانم تشریف بردن در مغازه حاج آقا پدر خانم آقا رسول. ما منتظرشونیم که بیان زحمت کم کنیم. حالا میخوام بفهمید داخل چای تازه بله. دمه ها دمه در بعد اونجا میتونیم گفتگو کنیم. بفرمایید. نه خیلی ممنون. ببخشین شما چند وقت سید رسول بنی فاطمه و خانوادهشو میشناسی؟ چند وقته؟ حقیقتش کمتر از یک سال میشه. ما آقا سید رسول رو تو جبهه با ایشون آشنا شدیم. بعض شما نباشه مرد بسیار صالحی هست. اتفاقی افتاده؟
اما دفتر نقاشی داری؟ بله، یه دونه داشتم، صفحه‌هاش تموم شد. یه دفتر جدید خریدم. خب برو یه نقاشی بکش، بیا من بهت نور. باشه، الان میارم. باشه. خوش جمع کن. واس بریم. آبه پیرزنه قول دادیم نیم ساعت منتظرش با میسیم که واسه دیم دیگه. برای میاد ببینه ما نیستیم، میفهمه دیرمون شده، رفتیم. بریم. فهمی سادگی؟ تو نهیدی مرد بیرون چقدر ما سفارش کرد؟ نهیدی که پیرزنه سنش بالاست، احتیاط کنید. این رو بعد. الان واسه بریم. اوه چته. که یادت رفته ما کی هستیم؟ آره؟ مرد حسابی ما فقط لباسمون عوض شده با کفشم ریش؟ خودتان باوره شده؟ ها؟ چی به آرام شده؟ اینکه دوستای سید رسولین ما دوتا دوست پستیم، دوتا دوست رست که از اون بدبختی و بیارزه که افتادن تو گوش محلات در اصل مردم بدبخت کنند. دهرمت مامد! دهرمت مامد! هیچی نگو! هرچی شما بگی به او چی کار کنی؟ واسه این مادم بزرگی بیاد چی بهش بگی؟ نمیدونم مادم این کار نیستی بله بیا عمو جان بده من ببینم آفرین آفرین اوه نه نقاشی توه بله باریکلا ببینم الان کدومشه این چجوریه این مامان بزرگمه، این بابا بزرگمه، این مامانم، این داداش حسنه، این آبجی فاطمه است، این منم، اینم بابامه. فقط قد من و فاطمه یه ذره هم اندازه هم شده. چون من ترشتم، قد اندازه فاطمه میشه. آفرین، آفرین. اون وقت اینا چرا الان همشون دارن میخندن؟ روز اول عیده. روز اول باریکلا عمو چی شد پس؟ عمو تو این نقاشی دارم خوشگل ها گلن نقاشی خوب میکشی ایلا عمو برو یه نقاشی دیگه بکش من اصلا خودم بهت نمره بدم خب؟ حوصله ندارم چی رو خط میندازیم؟ من خطو قدم تو ذهنم گفته بودم الان باید به نقاشی بکشی بعد خودم بهت نمره بدم خب؟ باری کرد بیا آفرین برو قربون شکر پس وقتی این مریم نقاشیش نشونم میداد اصلا نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم یخ کردم میترسیدم تو چشاش نگاه کنم
چرا من اینجوری شدم؟ بس دیگه آقاست کن، جمعش کن، جمع کن باز بری بلند شو دیگه، باشه جمع کن باز بری. ما باید مادر بزرگر خبردارش کنیم. بس دیگه شوخی، هرچی شوخی نمی کنم، خیلی هم جدی میگم. آفرین. نه واقعا آفرین، خوشم اومد. میدونی من کلا از بچه های جدی خوشم میاد. جلوزه داشته باشیم دیگه. ای چیمون کمتر از اونایی که اومده بودن اونجا خواستن خبر بدن؟ ما میتونیم. بچه های کجا بودن؟ آقا گفت بچه های تا آقا میدونی داشت مسئول بچه های تعاون کارشون چیه؟ اونا میرن در خونه ها رو میزنن؟ کیه؟ سلام برای کماش خانم. شما با آقا سید رسول بنی فاطمه چه نسبتی دارین؟ من مادرش هستم. چیزی شده؟ آره داشتی؟ واسه همین وقتی بهشون گفتی که بذار خبرم رو بهشون میگی، اونا یه نفس راحت کشیدن. نفس راحت کشیدن چون خیالشون راحت شد. تو میگی صبر کنی؟ باشه صبر. میگم امیر، اگه ما بریم کی این خبر رو بهشون بگه؟ نمیدونم. خب چطور بهشون بگیم که شوکه نشن؟ داشتی تو نسکی اصلا حالیت نیست؟ دارم میگم میتونی تو چشای مادر بسته که نگاه کنی یا بهش بگی؟ کاری نداری که، میدونی چیکار میکنی؟ همین الان میری بالا تو چشای مریم فقط نگاه کن، فقط نگاه کن، حرفم نمیخوام بزنی ها، فقط تو چشاش نگاه کن. بعد منم تو اوقات میاری یا تو اوقات نمیاری؟ را بیا بیا آقا چه بلم کن، مگه نمیگه تو اوقات میارم؟ بیا برو، میخوام تو چشاش فقط نگاه کنی، هیچ چیزم نمیخوام بگی. من حرفم اینه که تو اصلا حرف بزن. من حرفم اینه میتونی بری تو چشای مامان بزرگ نگاه کنی یا بگی تنها پسرش دیگه نیست؟ میتونی؟ مریم سادات خداحافظی نکردی؟
اگه بپرسی کجا داری میرین بهتره تا سرگرمه بری. بیا دیگه. کیف بدم. بس چی؟ پولایی که توشه. خب باید برگردونیم سر جاش. خول شدی تو؟ داشتی فکر کردی اومدی اینجا بس مهمونی؟ بعد اون عمری خدا یه بار رفت فکر کن هست فانتت بده یه بدبختی های من این چقدر به کارمون میان؟ کمه کم 20 خونه دیگه باید میرفتیم کلی باز دروغ و دوهی میگفتیم. مرد حسابی میدونه که جلو یکی از اون خونه ما رو با این ریخت و لباس میگرفتن چه بلایی سرمون میآوردن؟ ثابت. داشتی من حبس کشیدم میفهم ریختن آب روی آدم یعنی چی. اینه او آبی که تو شن فرو میره دیگه نمیشه جمعش کن. تا چند روز دیگه اینجور روزی هست شلوغ حسابی که سر وقتمون پولا نمیره درشان فکر میکنن گم شده. برداشتن این پولا نامردیه. دازی خاطر گول نزن. دوست نگو گفتم نمیخوام بزنم تا آن آنها چه دارم به احترام خاطر رو گرد نمیشه پولا رو ندارم دوست نگو دوست نگو میگرم میزنم تا مان خودت رو خبردار تو منو مسخره کردی منو مسخره کردی من یکی من میخوام ماهی ها رو رنگ کنم رنگ قرمز هم که شکسته. خب برو مداد ترش رو بیار من خودم برات بترشم ها. یه ترش داره حسن داره یه ترش هم آجی فاطمه من از ترش اونا استفاده میکنم. واسه یه رنگ دیگهش کن. مثلا چه رنگی؟ سبز خوبه؟ آه عالیه چه قشنگ میشه مایه یه سبز خیلی نقاشید باحال میشه. باشه. خب اون خونه تو میخوای چه رنگی کنی؟ خونه رنگ نمی کنم دوست دارم سفید باشه. به بابام گفتم یه روز دیواره خونه رو سفید کنی مثل اتاق من سفید پر رنگ. بابا قبول کرد. خب بیا بلام کلا برو نقاشی تو بکش ببینم. آفرین بفروش. آفرین. من خاطر جفتمو گفتم. باش. رفاقتمونو به پول نمیفروشی.
هم از این میمونه که آها خورشید و نارنجیش کن. خورشید که نارنجی نیست، زرده. میدونم خورشید زرده، ولی مگه تو نمیگی زردم گم شده؟ خب اینو پس نارنجیش کن، خورشید بیرنگ نمیشه که. مامان بزرگ من بریم از سود هرچی دیگه تبیریم کارم سخته میشه. امو جانم، امو جان سر حاج خانم هستن؟ نه خیر، تشریف بردن مغازه حاج آقا. فرمایشی هست در خدمتی. من همسرم قراره از اهواز تلفن بزنه، اومدم با تلفن صحبت. بله آقا، آخه ما تلفن نداریم، برای هم میام اینجا زنگ میزنم. خب بفرمایید بفرمایید. خانم مشکوک میزد، میخواست بیا توی یکم حال شده بود، ترسم از اینجا بزنیم بیرون از در و دیوار بریزن رو سرمون بگیرنم. من نترسون. خب میترسم پامون از در خونه بزنیم بیرون کلی واسمون گریز میکرده باشن. خوبه حالا چیکار کنیم؟ تو یه نگاه بیرون بنداز تا من ببینم این واقعا در تلفن حرف میزنه. الو الو سلام، خوبی؟ آره فهیمه، تو خوبی؟ خوبم. بله و علی هم خوبه، خیلی وروجک شده. فقط کار میگم کارش فقط شده به هم ریخته، را میره ها. راست آره، 4 روز الان. آره به خدا. آره خب تا الان 3 ماه 12 روز نیستی. مامانت میگه 2 ماه زودتر خودت را افتاد. آره تو دیرتر را افتاد، تنبل بودی. اوه نه چیزی نیست، چیزی نه. نه چه مشکلی؟ نه مشکلی نیست، همه اون که حل شد اون دفعه. آره نه فقط یه مشکل کوچیکه. نه فقط فهیمه دلش تنگ شده برات. باشه تو حرف بزن. نه تو حرف بزن، من صدا تو گوش کنم. آها ببین، بسه آقا من گفتم یه کاری میخواستم انجام بدم، گفتم از شما اولش اجازه بگیرم، بعد دیدم دیر شد دیگه انجام دادم کار رو، دیگه اجازه میدی دیگه. نه این انگشتره بود، هم که بر نامزدیم داده بودی یه نگین داشت، با اجازه شما دادم بر کمک به جبهه. با علی میخوای باشه گوشی؟ باشه گوشی دست علی. بابا بگو حرف بزن. الو حرف نه شیشهشو ول نمی کن. الو حاج خانم سلام برسونم. به سلامت در پناه. Thank you.
چی شد؟ راست میگفت، شوهرش زنگ زد. اومد یا بابا هشتو یا الله صاحب خونه ها. مامان بزرگ سلام. سلام مامان جا. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشین، حلال کنین منو، خیلی دیر شد. تا مغازه ی حاج آقا رفتم. کاش گفته بودین ما خودمون میرفتیم، وقت شما به زحمت نمیافتادیم. ببخشین، الان میام خدمت. نه مادر، الان نه، صبر کن. از کنار مسجد جواد رد می شدم، پرسیدم کی حرکته، گفتن یک ساعت دیگه مونده. اتوبوس ها هم هنوز نیومده بودم. اگه اجازه بدین چند تا شامی درست کنم که سفره تو راهی داشته باشی. نه مادر، مزاحم نمیشیم. چه حرفیه، شما مراهمید. ببخشید این دفعه اینطوری شد. مامان بزرگ شما خسته این، ما میریم همینجا یه ساندویچ میگیریم، شما بفرمایید. نه، قول میدم از ساندویچی کمتر معطلتون کنم، زود آماده میشه. مریم جان بیا بریم که زود آماده کنیم مادر. دستپخت مامان بزرگم خیلی خوشمزه است. آفرین آفرین. بگم کاش میشد یه جوری خبر رو بهشون بگیم. اگه بگیم مجروح شده چی؟ خب راه میفتم میرم بیمارستان، بعد یه مدت میفهمن دیگه. ها؟ کجا؟ چرا حرف نمیزنی؟ چی بگه؟ جواب سوال منو بده. سوالی نپرسیدی. پس من پا ما اینجا بذارم بیرون دیوونه میشم. عذاب وجدان خفتم میکنم. تو تا حالا عذاب وجدان داشتی؟ داشتی، من با عذاب وجدان بزرگ شدم. حالا چیکار کنیم؟ بریم. زودتر بریم. سلام. 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 اسم شما چیه؟ اسم من امیره، اسم من محسوده. اسم من سید حسنه، کلاس سومه، مدرسه اهری. اسم معلممونم خانم حمرالله‌ایه. چه جالب، پس تو برادر مریمی هستی. بله، شما کی هستی؟ ما از رفقای باباتیم. اه بابا اومده؟ چیکار کنیم؟ مام بزرگ گفت صبر کنیم. نفهمیدی مادر بزرگ کجا فهمیده؟ نه. من میرم بچه ها رو خبر کنم، زود برمیگردم. باش، من میمونم. یا بخیر. خیلی خوش آمدی. خانم خیلی ببخشید، زحمت دادید. اختیار دارین.
معطل شدیم ببخشید. بزرگو اذیت نکنی ها. خب آفرین. عمو جانم یه لحظه صبر کنین من الان میام. باشه عمو. مریم مواظب پله باش. مردی هستی ها. ببخشید دیگه هاش خانم. اختیار داری. زنده باش. دارا سرونده تو برداشتم بدم به دوستای بابا اشکال نداره؟ نه وقتی بابا اومد یکی دیگه ازش بگیرم. سرونده یادتون رفته بود؟ آسهید حسن خدا فرست. التماس دعا مادر. زنده باشی مادر بزرگ. تو خدا حلال مکنه. حلال خدا باشی. همه چی رو میدونم. گفتم این بنده های خدا مهمونن. الان هم عازم جبهه هستن. این وقت روحیهشون خراب میشه. شما کی فهمیدی؟ رفته بودم مغازه آقا بزرگ کار داشتم. خودش بهم گفت. روحانی مسجد با چند نفر رفته بودن در مغازه. کم کم به آقا بزرگ گفت. شما از کجا فهمیدی؟ داداش رضا امروز از جبهه اومده. اون گفتش. عزیز آروم باش. بابا بزرگ چرا نیومد؟
گفت یک کت شلوار مردم رو باید فردا تحویل بدم. بابا بزرگ گفت فردا سر ما شلوغه، میمونم امروز تمومش میکنم. کت شلوار دامادی بود، گفت تموم میکنه. میاد عزیز جانم چرا گریه نمیکنی؟ رسول گفت گریه نکنم، ترسم این وقت دلم بلرزه گریه نمیکنم.